طی هفته های اخیر شاهد این موضوع هستیم که از خود خامنه ای گرفته تا سایر در رابطه با تغییرات در نظام حکمرانی صحبت می کنند. پاسدار قالیباف در این رابطه به تازگی مفصلا صحبت کرد. خب به دنبال قیام سراسری مردم ایران و استمرار اون بحران هایی در درون رژیم آخوندی به وجود اومده که باید دید چه سمت و سویی بالاخره پیدا میکنه، چه راه حل هایی براش ارائه میکنن سرکردگان رژیم و باند های مختلفش و خود خامنه ای. برای پاسخ به این سوال ها و اینکه چه سمت و سویی میگیره رژیم، همراه میشیم با آقای هادی روشن روان. سلام میکنم به شما آقای روشن روان، خیلی خوش اومدین به برنامه. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز شما، در خدمت شما هستم. قبل از اینکه من سوال هامو بپرسم که در رابطه با همون محتوایی هست که خدمتتون گفتم در شروع، صحبت چند روز پیش پاسدار قالیباف رئیس مجلس رژیم رو با هم میشنویم، بخشیش رو بعد سوال کنم. لذا این موقعیتمون هم دقیق بهش توجه کنیم و بدانیم، این هم مهمه که به هر حال ما در این بخش حوزه باز حکمرانی که بهش من اشاره میکنم، ماها واقعا نگاه هامون اشکال داره، تصمیماتمون ثبات نداره، یک جایی سردرگم میکنیم با تصمیماتمون مردم رو. من نمیخوام به بعضی مسائل ریشه‌ای تر بپردازم. نگاه کنید، ما هنوز بعد از 40 سال هنوز سردرگمی داریم در حوزه مبانی نظری در بعضی از این موضوعاتی مثل اقتصاد. یعنی در حقیقت هنوز ما نتونستیم به طور روشن یک مسئله که مشکل و چالش ما هست او رو به رسمیت بشناسیمش. باید به رسمیت بشناسیمش، اول بپذیریمش، بعد داریم حالا ببینیم که چاره‌ای بود براش انجام بدیم. چرا این مشکلات حل نمیشه؟ چون مردم رو حذف کردیم. ولی باید تصمیم بگیریم یه جور دیگه کار رو پیش ببریم، مردم رو به صحنه بیاریم. مردم رو به صحنه بیاریم دو طرفه است، هم ما باید به مردم اعتماد کامل داشته باشیم، هم مردم طبیعتاً باید به ما اعتماد کنن. نمیشه که ما به مردم اعتماد نکنیم بگیم مردم به ما اعتماد کنن. خب آقای روشن روان، در همین بخشی از صحبت‌های قالیباف که پاسا قالیباف که شنیدیم، یک نگرانی به خوبی روشن هست از نوع حکمرانی، اینکه باید یک کاری کنیم که مردم هم به ما اعتماد کنن و خلاصه ابراز وحشت‌های مشابهی هم ما از سایر کارگزاران رژیم، چه از اون باندهای مختلف، چه اونایی که خودشون رو اصولگرا میدونن، باند خامنه‌ای میدونن یا به هر حال گسستی که هست توشون، یا اون به اصطلاح اصلاح طلبان، و اینها همچون تهدیدی رو حس میکنن و هشدار میدن نسبت به اینکه آقا این قیام دوباره از یک جایی انفجاری صورت بگیره، چه چیزهایی میتونه در انتظار رژیم باشه. مشکلشون چیه؟ چه اختلافاتی دارن بر سر راه حل هایی که ارائه میدن و اصلا چه راه حل هایی رو ارائه میدن؟ بله، ببینید، قالیباف الان به خوبی اصل قضیه رو توضیح داد و اونم اینه که این رژیم با این قیام تعیین تکلیف شده، به طوری که خودش گفت مردم باید به ما اعتماد کنن، قبول نمیکنن، راه حلی هم نداره. این تنها حرف این نیست، بقیه شون هم اینجور میگن. این که حالا تو خود دولت انقباضی خامنه ایه، تا اون طرف که میر حسین موسویه، همه اینها یک حرف مشخص میزنن. حرف مشخص این هست که این قیام دیگه سرنوشت این رژیم رو تعیین کرد. یکی، من این مسئله رو میخوام باز کنم که یعنی چی. بله، میگن یک هر نظامی برای اینکه سقوط بکنه 4 مرحله داره. یک مرحله کارآمدیه، یعنی دیگه مردم به کارآمدی این باور نداشته باشن و هیچ مسئله ای از مردم نتونه حل کنه. دومیش نامشروع بودن و دادن اعتماد مردم بشه، که به این دوتا میگن سقوط ذهنی. بعد از این مرحله که جلو بره، به اونجا میرسه که دیگه نمادهای اصلی این رژیم رو باش کاملا در میافتن، مقابلش میستن، سقوط نمادهای رژیم میگن،
که بعد از این مرحله دیگه از نظر ذهنی کاملا این رژیم سقوط کرده، از نظر عینی هم سقوط کرده تو ذهنها. تنها میمونه این که مرحله چهارم ساختار این رژیم فرو بریزه. به این نظام که نگاه میکنیم، به این چهارتا، میبینیم که ما هیچ وقت این رژیم کارآمد نبوده. در زمان خمینیش، چون اون چیزایی که تو جنگ هشت، وقتی هم میگیم کارآمد یعنی چی؟ یعنی یک حاکمیتی باشه که بتونه وقتی با بحران‌ها و تضادها مواجه میشه بتونه راه حل بده و به موقع بتونه از اون بیرون بیا. مثلا در زمان خمینی در جنگ وقتی که عراق از خرمشهر رفت بیرون، اگر یه دولت کارآمدی بود اونجا باید یه تصمیم میگرفت، ولی وقتی نمیگیره که جنگ رو متوقف کنه، متوقف کنه نکرد، تعیین تکلیف نمیکنه، ناچار میکنه که در بدترین حالت جام زهر بخوره، یعنی ناکارآمدی. ناکارآمدی که در زمان خمینی اینجور بود، در زمان رفسنجانی خیلی تلاش کرد که اینی کارآمد کنه، که اونم بدتر، همین که الان هم میگن تورمش 50% زمان رفسنجانی شد، اوضاع به هم ریخت، این چیز شد. و مجددا در دوره احمدی نژاد ناکارآمدی به نقطه انتهای خودش رسید. دولت روحانی هم که مشخص، الان هم که مشخص. مسئله بعدی نامشروع بودن یا عدم اعتماد مردم به نظام. ببینید این نظام که از اولش که آمد به طور مشخص پیشتازان این مردم، یعنی مجاهدین و رهبری این مجاهدین، از روز اول واقعا این انقلاب، گفتین انقلاب اسلامی، نه اسلامی نه انقلابه، هیچ مسئله هم نمیتونه حل کنه، بعد انقلاب دموکراتیک باشه. بعدش مهمترین عاملی که تا الان هم هست و الان هم رژیم باش سقوط میکنه این بود که آقا با ولایت فقیه دیگه فاتحه این نظام خونده است. این نظام دیگه هیچ نظام انقلابی نیست، چیز ضد انقلابیه. رو همین از در اون شرایط رأی هم به قانون اساسی داده نشد از طرف مجاهدین. ولی به طور مشخص از 30 خرداد که مرد تظاهرات مسالمت آمیز مردمی این به رگبار بست، این نامشروع شد. سال 60 رو میگه. 60. بعد از 60 تا 67 با این جنایاتی که کرد، با این که غیر اون حتی روحانیون هم چیز کرد، مجاهدین هم که به قتل عام 67 رسید، این تمامیت مشروعیت خودش از دست داد. یعنی اون پارامتر دوم. ولی این بعد از مرگ خمینی اینا تلاش کردن با یک بازی به نام اصلاحات بتونن این مشروعیت رو یه جور رفع رجوع کنن. این هم آمدن به حساب به اون قتلای زنجیریه دستگیر کردن و بعد هم آمدن وزارت اطلاعات چیز کردن و مثلا یه جور بگن اینها. ولی از اونجایی که اینو خامنه ای متوقفش کرد با اینکه مجلس ششم دیگه نذاش انتخاب بشن، یه سومشون کنار گذاشت، بعدم احمدی نژاد آورد، اونجا دیگه فاتحه این مشروعیت هم به مقدار زیادی خونسا شد. ولی با این حال این مشروعیت کجا نقطه پایانشه؟ قیام 96. وقتی قیام 96 چی شد؟ این شد که گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی دیگه مردم هیچ اعتمادی به این که این نظام چه این جناحش چه اون جناحش چیز باشه این دیگه ندارم. این مثلا به طور مشخص الان خاتمی که 16 بهمن آمد اون پیامش داد، خودش به صراحت گفتش مردم همه اندازه که از رژیم یعنی نظام یعنی خامنه ای چیز هستن، متنفرن، از ما هم هستن، یعنی اما اصلاح طلب ها، و ما در این بنبستیم، یعنی به عنوان بنبست دینه گفت که این پس پایان این مرحله نامشروع بودن، یا حالا مثلا اصطلاح های جامعه شناسی بهش ناشایستگی از این چیزها هم میگن، این مرحله تمام میشه. که قیام همین 1401، این قیام
مرحله سوم سرنگونی چیز کرد، محقق کرد که دیگه این نظام دیگه چیش نمیتونه بمونه به هر شکلی. چی کار کرد؟ در مرحله سوم میگن نمادهای اصلی اون نظام رو دیگه مردم میاندازن. مثلا زمان شاه به موقعی که گفتن مرگ بر شاه، دیگه اون نظام تمام شد. چرا؟ چون نماد اصلی اون حکومت خود شاه بود. وقتی شاه رو میگن چیز، در اینجا هم که قیام یک پارچه از اولش مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولایت فقیه با این شروع شد. بعدم اون سمبول های این نظام رو که از قبلش هم کانون های شورشی به خوبی پیش برده بودن، در اینجا ابعاد گسترده گرفت. مثل همین آتش زدن این نمادهای این رژیم از خامنه ایش تا قاسم سلیمانیش تا هر نماد دیگرش تا ارگان های سرکوب کرش. به اینجا که برسه میگن که سقوط ذهنی انجام شده. مثلا خود این عباس عبدی که به حساب از تواریخ سنای همین نظامه، در یه چیز مصاحبه‌ای داشت تشریح میکرد، اینه میگفت دیگه ما نمیتونیم، نه مردم دیگه میتونن با این حاکمیت کنار بیان، نه این حاکمیت دیگه میتونه با این مردم پیش بیاد. بنابراین این مرحله، مرحله اصلی و پیروزی بسیار بزرگیه که معمولاً کمتر بهش اشاره شده و کمتر اهمیت این درک شده. یعنی این قیام ها که شد، این شهدایی که دادیم، این درگیری هایی که دادیم، این نظام برای همیشه دیگه از ساقط کرد. ولی برای اینکه، یعنی حالا شما میگین ببخشید که خود رژیم هم همچون ارزیابی داره، برها پس فرد یک راه حلی، چون الان که به هر حال سر کار هست و در قدرت هست. خب اون مرحله چهارمش انجام نشده. مرحله چهارم یعنی دیگه سر قدرت نباشه. بله. و اونم چیه؟ ساختاراش ریخته بشه. مثلا اگه دیده باشی تو خیلی از نوشته‌ها رو میگن فروپاشی به یه شکلی. بله. یا ما میگیم، یا به طور مشخص مقاومت ایران میگه که سپاه باید منحل بشه، ارگان‌های سرکوبگر باید چیز بشه، و الان هم میگه ببینید کانون‌های شورشی در همین جهت دارن راه باز میکنن با این چیزها. و این مرحله چهارمه. مرحله چهارم الان انجام نشده، ولی اون چیزی که دیگه تمام شده اصلاحاته. یعنی هیچ کی دیگه نمیتونه بیا اصلاح بشه. بنابراین حتی قالیباف هم که خودش تو حکومته، البته از گمانیم دو ماه قبل شروع کرده، میگه حکمرانی نو. یعنی حکمرانی که رأسش ولایت فقیه باشه، بعدش هم این ارگانا باشه، این دیگه تمام شده، باید یه چیز نوی میگن بران کرد. بنابراین میگن وقتی به این مرحله برسیم دیگه اصلاحات هم جواب نداره، تنها جواب انقلابه. یعنی این نظام کاملا زیر رو بشه و چیز بشه. میگن انقلاب، جامعه شناسا میگن دو نوع انقلاب هست، یک انقلاب از بالا، یک انقلاب از پایین. انقلاب از بالا این هست که تمام اون نخبگان و عناصر اون رژیم و غیر رژیم که با اون رژیم همکاری و همراهی داشتن، همه با هم متحدن میان از بالا کل ساختار این نظام تغییر میدن و با اون سعی میکنن هم کارآمدی ایجاد کنن، هم اعتماد اجتماعی ایجاد کنن. انقلاب از پایین اینه که اگر این به موقع انجام نشه، نیروهای مردم در کنار همون سازمان انقلابی که در کنار دارن، رهبری که دارن، این نظام رو از ریشه بر میکنن که آتش جواب آتش. بله. حالا آیا هر دو باند همین راه حل که شما گفتین و قالیباف بهش اشاره کرد ارائه میدن، یا راه حل های متفاوتی دارن؟ ببین، برای برون رفت از این وضعیت. یکی اینجا وقتی میریم سر سراغ راه حل، ببین یه چیز خامنه ایه، یه چیز تمام بقیه است. یعنی بقیه که میگم از نزدیکترین آدم های به خامنه ای، مثلا روحانی که چیز بوده، تا مثلا لاریجانی، تا باهنر، تا احمد توکلی، الان اینا همه عضو تشکیل مصلحت نظام هست. وقتی این روزا میخونی میگن آقا دیگه نمیشه، باید قانون اساسی تغییر داد. مثلا روحانی آمده تو صحنه میگه آقا هیچ راهی دیگه ما نداریم، باید مثل سال 58 دفعه انتخابات را بیاندازیم. سال 58 که نه شورای نگهبان بود و نه چیز بود و اینها، که اون وقت با خمینی مسئله حل میکنن که حالا خمینیش هم ندارن. خب یه همچین انتخاباتی را بیاندازن، معلوم میشه نتیجه چی میشه. یا خاتمی آمده چی میگه؟ میگه آقا ما مشکل اساسیمون براندازه،
ما باید برانداز بذاریم کنار، هر چی غیر برانداز هست، هر چی اونها بگن درسته. مثلا در همین هفته به حساب سالگرد همون 22 بهمن که این سران رژیم یکی پس از دیگری میرفتن سر قبر خمینی، همیشون این دفعه اظهاراتشون این بود که آقا این دیگه اینجوری جواب نداره. مثلا حسن خمینی به طور تیز در برابر خامنه ای ایستاد، چون خامنه ای یاد باشه یه بار آمد صحبت کرد و مستضعفین این متدینین هستن نه طبقه محروم، این اومد کاملا این رد کرد. بعدم گفت آقا ما تنها راهمون این هست که حاکمیتی باشه که اطاعت کنه حرف اکثریت. شما بگین حرف اکثریت غلطه، باش غلط باشه، باید اطاعت کرد. یعنی این است. یا خود خاتمی الان همین پیامی که داد بری موسوی، خب میگه مجلس خبرگان باید ترکیبش هم عوض بشه، آدمان غیر چیز برن، شورای نگهبان حل بشه، زندان ها چیز بشه، عفو بشه، فضای باز سیاسی بشه. اگر این نشه سرنگونی تهدیدش رو ما هست. بعد اینها همه مشترک تر این هستن که بتونن خامنه ای قانع کنن، خامنه ای کتابی راه حل خود خامنه ای پس چیه که در خامنه اینها؟ خامنه ای که الان در بنبسته، حرفش یه دیده باشید، مثلا الان در همین یک ماه اخیر 8 بار آمده سخنرانی کرد. چرا؟ چون هر چی میگه هیچ چی باش نمیاد. نه اول گفت بیاین حمایت کنی، هیچ چی نمیاد. خواستو اینا همین. بعد خود اینها که یک تیم محدودی اما انقبازیشون هستن، اینا میگن با چماق، با باتوم و تبیین. با باتوم خط تیر تبیین، ما خب الان این چیز خوابوندیم، بازم میتونیم با این بخوابونیم. خب چیز که معلومه، چماق و باتومش که معلومه، تبیینش یعنی چی؟ میگن ما بیایم بر اساس این که آقا این چیزا اسلامیه، حق اسلامیه، همه خبرها رو هم وارونه بکنیم، جوانها رو برگردانیم بیاریم، اونهای هم که چیز نیستن بتونیم یه جور حس کنیم. مثلا شما الان این روزا مشاهده کنید، میبینید که خامنه ای خیلی مذبذبانه، یه بار اینه یه بار اونه، یه بار میام میگه اف، یه بار میبینیم میگه چی کار میکنه، میره مدرسه دختران همه رو مسموم میکنه. از اون طرف میبینید چی کار میکنه، الان آمدن فرمانده زاهدان و فرمانده نظامی زاهدانه که دو ماه قبل هم تغییرش داده بودن، چیزی ازش نگذشته، ولی چون اون برای این که سرکوب کنن از این هفته هم شروع کرده بودن سرکوب برن بالا، که این بقیه میگن آقا این کار بکنی زودتر ما سرنگون میشیم و این قیام از پایین میاد. این خاطر اینجوری میکنه. از اون طرف اگر خامنه ای که احتمالش بسیار کمه، اصلا میشه گفت صفره، که خودش بیا با دست خودش از ولایت فقیه خودش کنار بکشه که اینا بمونن، حتی به فرض اینم که این کار بکنه، باز شرایط از این که اینا میگن گذشته، خودشون هم میگن، مثلا میگن خامنه ای خاتمی کیز میگه، میگه آقا دیر شده دیگه، معلوم نیست دیگه فرصت داشته باشه. بعد موسوی میگه، میگه اصلا دیگه قانون اساسی باید رها کرد، یعنی حرف تیزی میزنن اینا که چیز نیستن. بعد این مسئله هست که اگر فضای باز سیاسی بشه، خب معلوم هست که چگونه همین مردم و همین انقلابیون به ساختار این رژیم فرو میریزن. یعنی الان تنها راهی که باقی مونده انقلاب از پایینه، که اساسش محورش کانونای شورشی و قیام این مردمه. و ارزیابی هم که در این زمینه میکنن، میگن که خب چی شد که مثلا قیام قبلی مردم تمام نکردن، میتونستن تا ادامه بدن، چرا نشد؟ خودشون جواب میدن، میگن که این قیام ما باید بهش توجه کنیم که 85% مردم با اینها بودن. و مثال میزنه، میگه آقا وقتی که اینها میان شبا اینجور شعار میدن از پنجره ها، اگر اونجا کسانی بودن که با این رژیم بودن، میامدن اینا رو میگفتن، نمیگن به ما. بعد یا مثلا میبینی فیلماش هم میبینن پخش میکنن، انعکاس میدن، چهره ها رو هم تغییر میدن برای که دیده رشه، یعنی اینا با اینا.
همه امکانات هم اینا در اختیار اینا میذارن. بعد که خب اینها یه مقداری همو دنبالی هستن که بلکه رژیم خودش یه جوری کوتاه بیا. اگر نیاد این دفعه قیام شروع خواهد شد، شروعش هم بسیار نزدیکه. بیشترشون هم میگن که این ممکنه از نقطه اقتصادی که الان مسئله مشکل رژیمه سرباز کنه، ولی به اینم خط نمی کنن. میگن هر حادثه کوچک دیگری میتونه داستان شروع کنه، ولی این دفعه دیگه اینجور نیست که فقط شعار بیان بدن تو خیابان و اینها. این دفعه دیگه انقلابیه، میرن که این نظام رو فرو ببرن. بله، خیلی ممنونم از شما آقای روشن بابت حضورتون در استودیوی سیمازی و توضیحاتی که بهمون دادین. به هر حال باید بقایع و تحولات رو دنبال کرد که ببینیم به چه سمت و سوی در این رابطه که شما توضیح دادین پیش خواهد رفت. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. خیلی از شما، خیلی فرصت در اختیار خدا نگهدار شما.